پروریش نیهولی بانگدونا چرا شخصی روزگودیده دست با چونین کردار زد؟ قلوبی، زودبواری شهروندو و سرگردانی آنها پیشسود شده ها باز برای دزدی چاروا بازداشت شدند. این و دیگر خبر و گزارش ها در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی. تقدیر تلخ محبوسان، جدایی و دوری آنها از محیط خوش و آزاد خانواده باید برای هر یک شخص مثل زنگوله بیداری باشد تا به خاطر اندک درآمد دست به هر گونه جنایت نزنند. اما تاسف آور است که در بعضی موارد ثروت و مال منفیت انسان را به زندان برد هم، ولی از این راه خطا دست نمیکشند. گرچند دلیل های با جرم نشجلوی دستگیر شدن چنین نفران همروزه به چشم رسد هم، لیکن باز هستند نفرانی که این مواد زهرآگین را مایه پیشبرد روزگار خود قرار میدهند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر حصار در پیشگیری و آشکار کردن جنایت های وزنین، دستگیر و به جوابگری جنایتی کشیدن جنایت پیشگان سهمی نظر است دارند. پرورش و پهن و فروش واسطه های نشه‌دار که جنایت وزنین محسوب می یابد در پی جوابگری سنگین و درست، ولی هنوز برخی نفران دیده و دانسته به این کردار دست می زنند. هفته گذشته در نتیجه کارکردهای اپراتیو و استفاده راه و اصول های مخصوصی اپراتیوی با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر حصار میسر گردید که پرورش نیهولی بانگدونا را معین و آشکار نمایند. ساکنی 58 ساله دهه روشن شهر حصار حیتوف محمد در دهه مذکور در یکی از بستانسرای به حیث پاسبان فعالیت کرده، همزمان با پرورش نیهولی بانگدونا مشغول گردیده است. نامبرده 18 بیخ نیهولی بانگدونا را 6 ماه قبل در جای مخصوص شنانیده نگاهبین کرده میخواست خوش کند و در قوطی گوگیر جای کرده به فروش برارد. کارمندان میلیسیای شهر حصار توانستند نقشه جنایتی نشجلاب را برباد داده از اون نیهول های بانگدونا را دریافت و مصادره نمایند. تاسف آور آن است که کوتاه‌اندیشی و منفیت خواهی این نفر نه تنها به حیات خوش و آزادی او تاثیر منفی میرساند، بلکه به آینده آیله و اعضایان خانواده‌اش به تاثیر نمیماند. جای نگرانی است که گمبر شده در گذشته همچون آموزگار فعالیت کرده از ضرر و زیان استعمال مواد نشه‌دار خوب آگاه است، ولی دیده و دانسته برای به دست آوردن منفعت و درآمد مفت حیتوف محمد تجربه پرشرف آموزگاری و مسئولیت تربیتگری را یک طرف گذاشته در این سن و سال به جنایت دست زده است. نیهولهای بانگدونا را کشونده شما این ماهی اپریل چند نیهول بود در اینجا؟ 18 با چی مقصد پرورش دارید؟ مقصد پیش بری زندگی ده یکم. اکنون گمانبر رو می باید برای کردارهای صادر کردهش در نزد قانون جواب گوید. با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مسجد میسر گردید که هدف جنایتکاران دو نفر نشجلاب استقامت کنندگان جماعت دهات پلدورک ناحیه مذکور را برباد دهند. هنگام بازداشت از این گمانبر شدگان بیش از 15 کیلوگرم واسطه های نشه‌دار دریافت و مصادره کرده شد. هر نتیجه در سمت معاملات غیر قانونی واسطه نشه‌دار به دست آمده، طرز و اصول یا اینکه کارکرد و استفاده بری نوی آن را افشا می‌سازد. مقامات میلیسیای ناحیه مسجو همین گونه نوآوری دو ساکن ناحیه را آشکار نمود. شهروندان غویبوف سیف‌الدین شیخوویچ سال تولدش 1984 و ایدیبویف سلام ایدیبویویچ سال تولدش 1989 استقامت کنندگان جماعت دهاتی پلدورک ناحیه مسجو هنگام غیر قانونی به طور کاسبی استحصال تیار و کارکرد نمودن واسطه نشه‌دار دستگیر گردیدند. گمانبران در نتیجه آمیخته‌سازی رستنی بانگدونا با مایع خیمیکی ساختمانی بانگدونا را کور کرد و با استحصال نوی تاثیرنوکیش بلندتری واسطه نشه‌دار مقصد داشتند. مقصد گرفتون مقصد هم یک قطعی جوشون نمسوکیش تا بی کمتر بایدیم پیفتیم. حرکت های جنایتی را گمانبران در بینای نفسختمانی حوله استخوماتی سلام ایدی بایف واقع در محله 40 سالگی دلورزین نوحیه مسجو انجام دادند. زمینی آشکار کردن جنایت مذکور از گمانبران 2 کیلو 865 گرم بانگدونای خشک، 2 کیلو 800 گرم بانگدونای نو خشکانیده شده، ظرف آشخانگی دارای ماده نشه‌آور و دیگر دلیل های شایی به جنایت علاقمند مصادره گردید. طبق خلاصه تشخیص در ترکیب مایع گرفته شده که 10.5 لیتر را تشکیل می‌دهد، مواد نشه‌دار نوی تترا گیرد و کانابینول موجود است. چنین عملی گمانبران می‌تواند زمینه واقعی در گردش مواد مخدر گذارد. از روی حادثه جنایتی با ماده 200 قسم 3 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده، سیف‌الدین غویبوف و سلام ایدیبویف در حبس پیشکی قرار دارند.
نفرانی قلاب و فریبگر با مقصد به دست آوردن پول و مال حاضر هستند ایمان و وجدان خود را فروشند و آنها برای به دام خویش افکندن آدمان کارافتاده با استفاده از سادگی و زودباوری هدفهای جنایتکارانه خود را پیاده میسازند. همکارانمان از بازداشت یک نفر قلاب گزارش آماده کردند. کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ضمنی بررسی و آموزش مراجعات شهروندان یک نفر مردم فریب را دستگیر نمودند که قبلا با صادر نمودن جنایت قلابی صورت شده و اصلاح ناپذیری خود را نشان داده باز تکرارا جنایت صادر نموده است. این نفر شهروند تورسونوف عبدالمجید بوریویچ سال تولدش 1975 استخدامت کننده جماعت دهات قراتاغ شهر تورسونزاده میباشد که در چند مورد با روی فریب به باوری شهروندان درآمده مبلغهای پولی آنها را از آن خود کرده است. از جمله شهروند قلندروف محیب‌الله سال تولدش 1965 استخدامت کننده ناحیه تاجیک‌آباد برای فریب به بهانه آن که پسرش را از محبس آزاد میکند از نمرده با مقدار 90 هزار سومانی گرفته دیگر باز پس نداده است. برای فریب من پسرت را از محبس آزاد میکنم گفته با مبلغ 90 هزار سومانی گرفته به منفعت خود صرف میکنم. همچنین گمبرشونده با ادامه کیدارهای جنایتی در یکچند حالت دیگر نیز از شهروندان برای فریب مبلغ های پولشان را تصرف نموده است. از جان محیب‌الله به مقدار که خود را شوهرت معرفی کرد به مقدار 10000 سومانی گرفتم که من تو را به تو جای کار افتمتیم. ضمن پیشبردی کارهای تفتیشاتی و بررسی ارزهای شکایتی شهروندان در کیدارهای صادر نموده گمبرشونده ترکیب جنایت بر علام مشاهده گردیده در برابر قبلا صد شدن اصلاح نشوندگی او را نشان میدهد. چون افراد پیشبرد زندگی را تنها در جنایت جسته دیده و دانسته به مردم فریبی مشغول میشوند که این جرمی آنها را در نزد قانون وزنی تر میگرداند. عین زمان نسبت گمبرشونده با ماده 247 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده نامورده در حبس پیشکی قرار دارد. متاسفانه بعضی از شهروندان جای آنه که با عقل سالم و نیروی توانو کار و زندگی نمایند برعکس جنایت را پیشه خود قرار داده تکراراً دست به کردارهای نامطلوب میزنند. افق قادریان وابسته به دوزی دو نفر چارودوز گزارش آماده کرده است. دلیل این گفته ها پای هم دوزیده شدن چاروهای مردم از جانب شخصان نامعلوم در ناحیه های جلال الدین بلخی، کوشانیان و دوستی وارد شدن عریضه و مراجعات های شهروندان با شعبه های وزارت کارهای داخلی در ناحیه ها می باشد. سری وقت پیگیری نمودن این جنایتکاران و بررسی عرض و مراجعات شهروندان مسئولیت کارمندان شعبه ها را دوچند کرد. با دایر نمودن چاره‌بینی های فوری و اپراتیوی و فعالیت خوب و خدمت شبانه روزی کارمندان میلیسیا جنایت ها آشکار و گمانبران دستگیر کرده شدند. اینها گلوف حیدرعلی سال تولدش 1963 ساکن ناحیه خراسان پیش دو مرتبه به جوابگری جنایتی کشیده شده است. شریپوف سمندر سال تولدش 1994 ساکن ناحیه جلال الدین بلخی و نظریف جورابیگ سال تولدش 1988 ساکن ناحیه جلال الدین بلخی که عین حال همچون گمانبر در کافتکاوی جنایتی قرار دارد می باشند. برای رسیدن به مقصدهای جنایتکارانه خودی نفران با مسلحت پیشکی شبانه وارد چراگاه ها گشته از آنجا چارواهای مردم را دزدیده از جای حادثه به مکانی به خودشان موافق انتقال می دهند و مبلغی از فروش چاروای مردم به دست آورده اشان را به فایده شخصی خود صرف کرده اند. دو گاو آورده بعد شنوخ براتین دو چیدی گاو آورده و یا بودی رفت سیت آورده اما اول سیکس بیم سیکس دونه. این نفران در شش لحظه جنایتی دوزی دست داشته ضرر رسانیدنشان به مردم 15 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. وابسته به دلیل‌های مذکور در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان نسبت گلوف حیدرعلی شریپوف سمندر و نظریف جورابیک پرونده جنایتی با ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. متاسفانه وقتهای اخیر بی‌پروایی بعضی از رانندگان واسطه های نقلیات و بلند نمودن سرعت حرکت در راه باعث مرگ آدمان میگردد. در شهرهای دوشنبه خوجند صدمه مرگ‌آور رخ داده است که این دلیل سرعت حرکت در راه را رعایت نکردن است. همکارانم وابسته به این صدمه نخوش نقلیاتی گزارش آماده کردند. راننده واسطه نقلیاتی تمغه مرسدس بنز شوکت جان صابیروف ساکن جماعت خستیورز نوحی باباجان غفوروف انگومی حرکت در شهرهای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دهات ددبای خلمت و نوحی مذکور
از عهده اداری واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد زریدین خلوف استقامت کننده نوحی عینی که در حالت مستی در موبایل راه خوابیده بود پخش نموده است که در نتیجه اون شخصی سرخوش از جراحات های وزنی برداشته در جای حادثه به هلاکت میرسد. با بردن کارهای فهماندهی کارمندان اپراتیوی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مسجو توانستند باز یک هموطن ما را از اذیت تعقیب جنایتی آزاد نمایند. جستجو شونده شهروند اسماعیلوف میرزاخوجا حمیدویچ سال تولدش 1987 ساکن جماعت دهاتی اوبردون ناحیه مسجو دوام دو سال اینجانب برای صادر نمودن جنایتی در ماده 307 الوه 3 کدکس جنایتی پیش بینی گردیده تشکیل اتحادی جنایتی عیبدار دانسته شده رسما در کوفتکوف قرار داشت. من شنیدم که جناب عالی پیشنهاد کرده بودن که هر کسی که می آمد است به خواهش خودش دلایش قد می شود. یعنی پدرم به من زنگ زدن که بیا برای تو دلایل آغاز کردن، اگر که به خواهش خودت بیایی تو رو دلایلت رو محکم می کنن. مساعدت مقامات میلیسیای نوحه مسجو برای به حیات آسایشته برگرداندن گمراه زدگان از دستور اقدامات انسان دوستانه خصلت بخشندگی و هدایت تربیت دهنده اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان سرچشمه میگیرد و به آن باعث گشت که باز نفری از بحر پنهان شدن از مقامات تحقیق و تفتیشات گذشته موقع خویش را نه در مکان اجرای جزای جنایتی بلکه در جامعه آسایشته بیابد. تنهایی درست برای ماندن کورهای اپراتیوی فهماندهی شهروند اسماعیل میرزاخوجا سال تولدش 1987 ساکن دهه نوحه مسچو جماعت اوبردون خوجگی دهقانی فردوسی هنگام بردن کورهای اپراتیوی فهماندهی با والدینش به وطن برگردانده شد که نسبت او پرونده جنایی سال 2017 در اشتراک فعالیت اکستریمیستی آغاز گردیده بود. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان امکان می‌دهد که نوبست از خفنوکی جنایت‌های خاراکتر افراطی داشته در صورت اختیاری حاضر شدن و موجود نبودن دیگر علامت‌های ترکیب جنایت شخصی گناهگار عفو کرده شود. دلیل شدگی بود خاک هم ترسید که بعد دلیل شدن و خواهش نکرد که گشت به تایسون بیاد. دلیل نگذاشته ما علمی کارمندان میلیتسیا دیگه کارمندان حفظ حقوق مور بردن دعوت کردن گفتن که امروز همین و استاتی امینو عفش دیگه از طرف پیشوای ملت کدوم روز اگر شما مور دستگیری کنید یاردم کنید فریاد کنید همینو بیان به یکون ممانیه منو قبول میکنیم بعد حجبه میکنیم قبول میکنیم حجتاش رو میکنیم به حجیر آرامان در تایستان زندگی کنن گره. ما البته این منداری اکم هم ملیسه میکنیم این کورمانتان ملیسی نوحیه این امینی شبی کاره داخلیم به خشلاخ ما وقتی همین مسئله نقص فهموندن ما همین مسئله حقیقتا تغری بود است من قبول کردیم دعوت کردیم امروز اومد من حاضرن اومد خانه در اومد ما همه البته منندار استفاده بردن از فرصت بخشی جزا سوی نفران نگرانده شده است که علاکه اشتباه خود را در کردن و با اصحار پشایمانی صدقی داغی گذشته را توزه میکنند. مقامات کارهای داخلی در راهنمایی به چنین شخصان همیشه اومده است. کارمندان میلیسیا با مقصد پیشگیری کار و عملهای نامطلوب و رفتار غیرقانونی در بین نورسان و جوانان در مرکزهای کمپیوتری چورابینیهای مقصدناک میگذرانند. سیراجین شکر و شرف رحمان از رفت چنین یک سنجش در حدود ناحیه سینو گزارش میدهند. در اکثر مورد مست شبگردی و بهودگردی مشغول شدن به بازوی کمپیوتری خصوصیت زوروری داشته و بی‌مسئولیتی والدین نسبت تعلیم و تربیه فرزند سببی دست به جنایت زدن جوانان نابالغان می‌گردد. از این سبب جهت آشکار نمودن حقوق ویرانکنی و آوارگردی و شبگردی نابالغان و جوانان در حدود شهر دوشنبه کارمندان خدمات پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه پیوسته رید و سنجش‌های پیشگیریکننده دایر کرده شدند. سنجش نوبتی در حدود ناحیه سینا ثابت کرد که تا هنوز شبگردی و بی‌نظارتی نورسان و جوانان پدر و مادر آنها را به تشویش نگذاشته است. چنین بی‌پروایی و بی‌اعتنایی بعضی از والدین است که فرزندان آنها در نیمه شبی به عمل و کردارهای زیان‌آور مشغول گردیده عاقبت به مناقشه‌های گروهی و دیگر شکل‌های جنایت دست زده جامعه را به تشویش می‌گذارند. از جمله زمینه گذراندن رید شبانه در مرکزهای کمپیوتری حدود ناحیه سینا 21 نفر جوانان نابالغان که در نیمه شبی مشغول بازوی کمپیوتری بودند به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا دسترس کرده شدند که از این شماره 6 نفرشان را نابالغان تشکیل داده خوانندگان مؤسسه تعلیمی پایتخت نمی‌باشند. مورد ذکر است
ки сиёдаи ҳар гуна бозӣ ва филмҳои хусусияти зӯроварӣ дошта ва аз меъёрҳои ахлоқӣ берун ба рӯҳу равони нобулғон, ки ҳанӯз хуб инкишоф наёфтаанд, таъсири манфӣ мерасонад. Дар ин замина нисбати волидайни нобулғоне, ки зимни ин амалиёт ба шӯъбаи милиция дастрас гардида буданд, дар асоси моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шуд. Ҳамчунин барои надоштани иҷозатномаи махсус нисбати ду нафар соҳибони марказҳои компютерӣ низ бо моддаи 510 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст. Бо дар назардошти ҳолатҳои мазкур бор дигар аз волидайн ва нафароне, ки дар таълиму тарбияи наврасон масъуланд, талаб карда мешавад, ки ҷиҳати ба илму дониш фаро гирифтани ноболиғону ҷавонон масъулияти бузурги парастории худро иҷро намоянд. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба поёни намоиш. умедворем шумо бо рафтору муносибат, одобу ахлоқ ва эҳсоси ватандӯстории дарки баланди масъулияти шахсӣ дар пешрафту шукуфоӣ ва ободии ватани азизамон саҳм мегузоред. хонаободу тансиҳат бошед.